سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. من وش هستم و داخل این ویدیو قرار با هم دیگه بریم در مورد اینکه چه نوع موسی برای ماینکرافت پی بگیریم صحبت بکنیم. داخل این ویدیو کلا میخوام راجع به این بحث بکنم که شما به چه موسی نیاز دارید برای ماینکرافت پی، و بهتون داخل این ویدیو کمک میکنم که موسی که برای ماینکرافت پی نیاز دارید رو انتخاب بکنید و برید بخریدش، و همچنین رنج قیمت و لیست موس ها رو من داخل این ویدیو قرار میدم که شما بتونید خیلی راحت تر برید بدون تحقیق اساسی روی این موس انجام بدید و موسی که خودتون میخواید رو دریافت کنید. چیز دیگه نمونده که بگم، بزن بریم سراغ ویدیو. لسکو. خب قبل از اینکه کاملا بریم سراغ نوع موسا و دوریشنشون، میخوام اول از همه به دو الا سه نکته اشاره بکنم. نکته اول اینه که شما برای خرید موس باید بدونید که میخواید چه نوع کلیکی رو همیشه ادامه بدید. برای مثال اگر نرمال یا جیتر میکنید، باید سراغ موسی برید که اون سی پی اسی که میخواید رو خیلی راحت تر باشه کلیکاش، منظورم چیه، یعنی سبک باشه، باید سراغ این موس برید. ولی خب مثلا اگر از باترفلای استفاده میکنید، شما باید دنبال یه دونه موس برید که دابل کلیک داشته باشه، یا اینکه سراغ یه دونه موس برید که کی رسپانسش 1 باشه یا 0 باشه. به این میگن یه موس خوب برای باترفلای کلیک. ولی خب اگر شما میخواید نمیدونم کلا پی وی پی نکنید و سراغ کارهای بریج برید، مثلا گاد بریج بزنید یا مورولک بزنید یا تلی بریج برید، شما به یه دونه موس نیاز دارید که بتونید باهاش درک کلیک بکنید، که بهترین این موس ها موس های بلادیه که داخل همین ویدیو راجبش صحبت میکنیم. اگر دوست داشتید انواع کلیک ها رو داخل ویدیوهای بعدی توضیح بدم و راجبش یه دونه ویدیو کامل درست بکنم، حتما داخل کامنت ها به صورت انگلیسی به هم بگید که من این کار رو بکنم. اگر دیدم واقعا اوکی بود حتما درست میکنم براتون. خب بذارید اول راجع به نورمال کلیک صحبت بکنیم و همینطور جیتر کلیک و اینکه چه موسی شما نیاز دارید برای کلا نورمال کلیک و جیتر کلیک بگیرید. ببینید همونطور که گفتم، شما به یک موسی نیاز دارید برای نورمال و جیتر کلیک که نوع کلیکاش خیلی نرم باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما خیلی آروم و آهسته روی موس کلیک بکنید، این سی پی اسش رجیستر بشه و کلا کلیک بکنه. حالا چه موسی بگیریم کنم برای جیتر کلیک کردن؟ اولین موسی که من پیشنهاد میکنم برای جیتر کلیک کردن بگیرید، موس بلادین A91 هستش. البته چرا میگم که این رو بهتر بگیرید؟ چون که قیمتش نسبت به موس های دیگه خیلی ارزون تره، و شما اگر میخواید در حد 1,000,000 تومان برای یه دونه موس خرج بکنید، پیشنهاد من به شما همین A91 A90 هستش. ولی خب اگر دوست دارید بیشتر هزینه بکنید، موسای بعدی هم بهتون میگم. دلیلی که میگم چرا A91 و A90 رو بگیرید اینه که اول از همه که خیلی سبکن، و همچنین وقتی که شما کلیک میکنید خیلی خوب رجیستر میشن، مخصوصا موس A90 که برای باترفلای کلیک هم خیلی خوب هستش. چرا این رو میگم؟ چون که موس های کلن بلادی قابلیت دابل کلیک و تریپل کلیک دارن. شما میتونید با این موس ها داخل سرور های ویسل و بقیه سرور ها دابل کلیک یا باترفلای کلیک بکنید. ولی خب حواستون باشه، چون که دابل کلیک کردن داخل بعضی از سرور ها غیر مجازه و ممکنه کاملا شما رو بن بکنه. پس حواستون باشه. اگر میخواید چند نوع سرور نام ببرم که دابل کلیک رو بن کردن، اول از همه که سرور مایمنه که کلن دابل کلیک و اینجور چیزا داخل سرور مایمن غیر مجاز، سرور بعدی سرور لونار هستش، و سرورهای بعدی هم حتی هم چرا دروغ بگم تیرکس ماین هم دابل کلیکش بن داره. و آره، پس حواستون باشه که داخل کدوم سرور میخواید ببخشید دابل کلیک یا تریپل کلیک بزنید. برای مثال داخل های پیسل آزاده، ولی خب بهتر این کار نکنید. خب موس بعدی که میخوام راجع به صحبت بکنم موس ریزر هستش. ببینید اگر چند روز پیش نگاه کرده باشید داخل یوتیوب و اینا، اگر خیلی داخل یوتیوب راجع به موس سرچ میکنید، حتما اسم ریزر وایپر مینی رو شنیدید که هلوهوش 1,000,000 خورده ایه. این موس همینطور که میدونید یه دونه تیپ خیلی خوب داره که کلن مناسب دسته و در کل خیلی راحت ایم کردن و کلن پی وی پی باهاش، و یه موس خیلی عالی برای کلن جیتر کلیک و نورمال کلیکه، چون که وقتی که شما با این موس کلیک میکنید خیلی راحت میتونید رجیستر بکنید کلیکاتون، و همطور که گفتم هلوهش 1,000,000 خورده ایه و
مثل بقیه موسا برنامه خاص خودشو داره که میتونید تنظیمات لازمه و کی ریسپانس و اینا رو براش انجام بدید. دقت بکنید با ریزر وایپر مینی تنها میتونید جیتر کلیک بکنید، ولی خب باترفلای نمیتونید انجام بدید. چرا؟ چون که وایپر مینی موسی هستش که قابلیت دابل کلیک کردن باهاش وجود نداره و کلا نمیتونید این کارو باهاش انجام بدید. موس بعدی که داخل لیست من موس لاجیتک هستش که چند نوع لاجیتک وجود داره. یه دونه لاجیتک وجود داره به اسم لاجیتک جی پرو مکس وایرلس که اگر درست گفته باشم اسمش همینه، که هول و هوش 5 میلیونه. این موس از نظرم خودم که یکی از بهترین موس ها برای کلن جیتر کلیک هستش، جدن یه موس خیلی گادیه برای کلن جیتر کلیک کردن، ولی خب اگر پولشو نداری پس بهتره از لیستتون خارجش بکنید، چون که به شدت گرون هستش و اگر کار جیتر کلیک نمی کنید دیگه به کارتون نمیاد. ولی خب بازم میگم اگر دوست دارید یاد بگیرید که چطور جیتر کلیک بکنید، از نظر من یه موسی بگیرید که ارزون باشه باهاش تمرین بکنید، یاد بگیرید باهاش. وقتی که حرفه‌ای شدید جمع بکنید، نمیدونم، برید موس لاجیتک پرو مکس وایرلس رو بگیرید. ولی خب موسی که میخوام راجب صحبت بکنم G203 هستش و G103 اگر اشتباه نکنم، 103 یا 102، کلن شیپ خیلی خوبی دارن برای جیتر کلیک کردن و همچنین رنگت اسکای وارز پلیر ها هم از این خیلی استفاده میکنن. چرا؟ چون که یه موس خیلی به شدت سبکیه و بلند نور پردازی و ایناش داخل بعضی از این موس ها خیلی اوکیه. خب حالا میریم سراغ باترفلای کلیک کردن. ببینید باترفلای کلیک چی هستش؟ ببینید باترفلای کلیک به دابل کلیک کردن پشت سر هم میگن باترفلای کلیک، که به معنی پروانه هستش. ببینید داخل باترفلای کلیک شما نیاز دارید اول از همه دابل کلیک رو یاد بگیرید و موستون قابلیت دابل کلیک داشته باشه که بتونید باهاش خیلی راحت باترفلای بکنید. اگر نمیدونید باترفلای چیه، داخل همین ویدیو یه چند تا ویدیوی باترفلای کلیک رو بهتون نشون میدم. و آره، اگر دوست داشتید بیشتر راجبه کلن نوع کلیک ها و آموزش بالا بردن سی پی اس و اینا صحبت بکنیم، حتما داخل کامنت ها به هم بگید. خلاصه اولین موسی که داخل لیست منه و از نظر خودم بهترین موس برای کلن باترفلای کلیک هستش، موس گلوریوس مدل اوه. چرا گلوریوس مدل او؟ چون که گلوریوس مدل او اول از همه خیلی نرمه، خیلی سبکه و خلاصه بهتون بگم یکی از بهترین موسا هستش که برای باترفلای کلیک ساخته شده. چرا میگم بهترین موسا؟ چون که کی ریسپانسی که داخل گلوریوس مدل او هستش روی صفره. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی که یه دونه کلیک میکنید داخل همون صدام ثانیه کلیکتون رجیستر میشه و این خیلی قابلیت خوبیه برای کلن باترفلای کلیک کردن و اینا. پس واقعا پیشنهادش میدم اگر دوست داشتید برید گلوریوس مدل او رو بخرید و همینطور هولوهوش نزدیک های 2,400,000 الا 2,600,000 اینا. حالا اسپانسرمون که نیست، ولی میتونید برید از سایت نمیدونم ایمارس پیدا بکنید که ارزون ترین مدلشیه، ولی خب یه سایت معتبر بود اگر اشتباه نکنم تخت جمشید اسمش بود، که اونجا دیگه میتونید مطمئن بشید که موس گلوریوسی که به شما میدن اصله و هیچ مشکل نداره. پس نظریه خودم اینه که برید از سایت خود تخت جمشید بگیرید که هولوهوش نمیدونم نزدیکای 2,400,000 ایناست. موس دومی که میخوام راجبش صحبت بکنم برای باترفلای کلیک موس بلادی آنوت هستش. ببینید بلادی آنوت خیلی موس سبکی هستش، ولی خب نه به اندازه گلوریوس مدل او، ولی خب میتونید این موس رو هولوهوش 900,000 تومان الا 1,000,000 خوردهی داخل دیجی کالا یا سایت های دیگه از موقع پیدا بکنید، که خیلی خیلی موس خوبی هستش. من خودم ازش راضیم، ولی خب جایش اینجاست ندارمش، ولی خب خیلی از بلندام خریدن گفتن راضی. موسی که حالت شیپی که آنوت داره هم برای درگ هم برای شورت درگ کلیک ساخته شده، یعنی که میتونید باش نمیدونم گادبریج و اینا هم بزنید، ولی خب بیشتر برای باترفلای کلیک خوبه. چرا؟ چون که شیپی که داره و همچنین کی ریسپانسی که داره روی یکه و کلا شما میتونید خیلی راحت باهاش پی وی پی بکنید. ولی خب بازم میگم موسای بهتری هم هستن کلا برای دابل کلیک کردن و تریپل کلیک کردن و کلا باترفلای کلیک. پس نظر من رو میخواید یه موسی رو بگیرید که در کل
مطمئن باشید ازش که عالی باشه. ببینید در کل میخوام یه چیز رو بهتون بگم، برای باترفلای کلیک به شما به یه چیز باید خیلی اهمیت بدید که اون چیز کی ریسپانس خود موس هستش، که داخل موس های گلوریوس این روی صفره که بهترین حالت ممکنه، ولی خب روی موس های بلادی روی یک، شاید داخل ریزر هم روی دو یا یک باشه. به خاطر همین میگم که اگر میتونید یه دونه گلوریوس مدل اوکی بدید، ولی خب جدا من نمیدونم، گلوریوس مدل او یه بدی که داره اینه که خیلی سریع کثیف میشه به خاطر سوراخ‌هایی که داره، به خاطر همین خیلی موس اوکی نیست، ولی اگر بتونید ازش مراقبت بکنید و تمیزش بکنید حتما این موس رو بهتون پیشنهاد میکنم. حالا میریم راجع به درک کلیک صحبت بکنیم. ببینید برای درک کلیک کردن شما به یک موس نیاز دارید که اولا شیپ خیلی درازی داشته باشه، یا اینکه کلا اگر شیپ درازی نداشته باشه کی ریسپانسش اوکی باشه و بتونید شما روی شیپش درک کلیک بکنید. و اگر نمیتونید این کار بکنید، بعضی از موس ها مثل بلادی A70 که همینی هستش که خودم استفاده میکنم، باید شما روش چسب برق بچسبونید، نمیدونم یه حالت تیپ مانند روش بچسبونید که بتونید باش درک کلیک بکنید. خوبی این موس ها چیه؟ اول از همه اگر به موس های سنگین خیلی علاقه دارید و بلند دستتون بزرگه، موس های بلادی بهترین آپشنی هستش که شما میتونید بگیرید. و همچنین کلن میگم اگر برای جیتر و نمیدونم باترفلای موس سنگینی نیاز داشتید که کی ریسپانس خوبی داشته باشه، همین بلادی اوکیه. خب در کل میگم اگر موسی نیاز دارید که برای درک کلیک اوکی باشه، چند تا پیشنهاد دارم. اول از همه ببینید که درک کلیکی که شما میخواید استفاده بکنید چجوری هستش. برای مثال شورت درک کلیک یا لونگ درک کلیک، یا در کل درک کلیک عادیه. موس اولی که میخوام بهتون معرفی بکنم موس روکت کین هستش. روکت کین هول و هوش 2 میلیون الا 3 میلیونه، حالا نمیدونم قیمت بازار دستم نیست، ولی خب این رو میدونم که جدا یکی از بهترین موس ها برای کلا لونگ درک کلیک و گاز بریش کردنه و خیلی شیپ خیلی خوبی داره، ولی خب دقت بکنید که برای باترفلای کلیک و جیتر کلیک اصلا موس خوبی نیست و شما باید این موس رو فقط برای نمیدونم بریش کردن اینا و کلا تمرکزتون باید روی بریش کردن باشه با این موس. خیلی موس اوکی نیست جدا برای پی وی پی کردن، ولی خب یه موس خیلی عالیه برای درک. البته جدا از اون بهتون بگم که یه دونه موس هست به اسم موس بلادی ای بدلس که داخل ایران متاسفانه موجود نیست، ولی خب اگر بتونید از خارج گیرش بیارید این موس جدا از راکت کین خیلی بهتره و فکر کنم هولوهوش 1 میلیون الا 3 میلیون، 3 میلیون یا 2500 باشه. و همونطور که از اسمش پیداست، شرکت بلادی برای یه یوتیوبر به اسم بلسنوب این موس رو درست کرده. موس سومی که میخوام راجعش صحبت بکنم موس بلادی A70 یا بلادی A60 هستش. ببینید بلادی A70 یا بلادی A60 شما حتما نیاز دارید که روش یه دونه تیپ یا همون چسب برق بکشید که شما با همین تیپ میتونید درک کلیک بکنید، یعنی که هیچ وقت امکان نداره شما بدون تیپ بتونید با بلادی A70 یا بلادی A60 درک کلیک بکنید، مگر اینکه دستتون حسابی خشک باشه. موس های بلادی A70 و بلادی A60 کلا موس هایی هستند که خیلی سنگینن و همچنین برای باترفلای کلیک هم خوبن، چون که کی ریسپانس خوبی دارن. کلا موس های بلادی کی ریسپانسشون خیلی خوبه و شما میتونید حداقل از 700 هزار تومان و حد اکثر تا 1,600,000 این موس ها رو پیدا بکنید، که اگر دوست داشتید بلادی A70 بگیرید حتما این کار بکنید، چون که بلادی A70 جدا موسیه که خیلی کمیابه و خیلی بعضی موقع ها اصلا ناموجود میشه، یعنی که ممکنه 2-3 روز باشه و 2-3 روز بعدش کلا ناموجود بشه. پس نظر من رو میخواید تا هر موقع که دیدید موجود شد داخل دیجیکالا یا هر سایت دیگه ای برید بخریدش. البته جدا از اونم بگم که شما برای درک کلیک کردن نیاز دارید که اسکیلش رو به دست بیارید. برای مثال اگر میخواید درک کلیکتون خوب باشه، نباید به من بگید مثلا ویش من رفتم همین موسی که گفتی رو رفتم خریدم ولی خب نمیتونم روش درک بکنم، این ویدیو اسکمه. نه، درک کلیک یه دونه اسکیله و شما مثل پی وی پی باید یادش بگیرید، اصلا ربطی به موس نداره. موس فقط بهتون کمک میکنه که نوع کلیکی که میکنید روی شیپش بیشتر رجیستر بشه و داخل ماینکرافت بیشتر به چشم بیاد. و آره، کل حرفایی که میخواستم بزنم رو گفتم و امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر واقعا به دردتون خورد و موستون رو پیدا کردید،
حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب بکنید و یه دونه کامنت انگلیسی زیر ویدیو بنویسید که یوتیوب سابتون رو نپرونه و این کارتو خیلی بهم کمک میکنه که بازدیدام بیشتر بشه و ویدیوهام بیشتر کامنت بشه. بهاره چیزی نموده. خیلی ممنون که این ویدیو دیدید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و تا ویدیوی بعدی خدافظ.